خب به نام خدا شروع کنیم. شاخصهای پراکندگی رو میگیم. خب شاخصهای پراکندگی چی هستن؟ شاخصهای پراکندگی پراکندگی داده ها از مرکز رو به ما نشون میدن. مثلا فرض کنید که ما یه سری داده داریم، مثلا 19 و فرض کن 18 و یه نفرم شده 20. خب میانگین اینها میشه 19. یه سری داده هم داریم، مثلا این وسطی فرض کنید 19. حالا یه سری داده دیگه داریم، مثلا 18 و فرض کنید 20 و خب این یکی مثلا فرض کن شده، خب این 19، این 23، این 15. خب ببین اینجا پراکندگی چیه؟ بیشتر هستش. این پراکندگیش کمتر، دادا به میانگین نزدیکترن، این دادا از میانگین فاصله شون بیشتره. حالا بعضی وقتا این پراکندگی نامتقارن هم هست، مثلا این فرض کن 27 باشه، دو تا داده دیگه مثلا داشته باشه، اینا کوچیکتر باشه. اینها به همین ترتیب خب هی پراکندگی بیشتر میشه. هر چقدر پراکندگی بیشتر باشه، شاخصهای پراکندگی مقدارشون بیشتر میشه، عددشون بزرگتر میشه. مثلا شما این دادار در نظر بگیر، ببین اینا همه پراکندگیشون حلوش مرکزه، ولی خب اگه داداد اینجوری باشن چی؟ پراکندگیش از مرکز بیشتره. این فرض کن مرکز اینه، این مرکزه. خب پس هرچی داده ها در اطراف مرکز تجمعشون بیشتر باشه، به مرکز نزدیکتر باشن، پراکندگی کمتر. هرچی از مرکز فاصله شون بیشتر باشه، پراکندگیشون بیشتره. اولین شاخص پراکندگی کوچکترین دامنه تغییراته که میایم بزرگترین داده رو منهای کوچکترین داده میکنیم. پس دامنه تغییرات اولین شاخص پراکندگیه، بزرگترین داده منهای کوچکترین داده. میبینید که یک مقدار همیشه مثبت هست و اگر صفر بشه یعنی همه داده ها با هم برابر هستن. پس شاخص پراکندگی اگر صفر بشه یعنی همه داده ها با هم برابر هستن. بریم سراغ واریانس. ببینید بچه ها، ما اگر اختلاف همه داده ها از میانگین رو به دست بیاریم، یعنی زیگما ایکس آی منهای ایکس بار رو به دست بیاریم، این حاصل صفر میشه. اختلاف همه داده ها از میانگین صفر میشه. اینو ثابتش هم کردم، اثباتش هم زیاد چیز سختی نیست. اثباتش اینجوریه که مثلا میگیم ایکس آی منهای ایکس بار رو اگر ما با هم بخوایم جمع کنیم میشه ایکس یک منهای ایکس بار به علاوه ایکس دوی منهای ایکس بار به علاوه تا ایکس ان منهای ایکس بار. خب این مساوی میشه با ایکس یک به علاوه ایکس دوی به علاوه همینجور تا ایکس ان منهای ان تا ایکس بار، منهای ان تا ایکس بار. چرا؟ چون x بار n بار داره از هم کم میشه، پس منهای n تا x بار. حالا مجموع داده ها، ما فرمول داریم مجموع داده ها تقسیم بر n میشه x بار. پس مجموع داده ها رو میتونیم بنویسیم مساوی میشه با n ضرب در x بار. پس این رو میتونم بنویسم n x بار، این میشه n x بار، منهای n x بار مساوی صفر میشه. پس اختلاف همه داده ها از میانگین رو اگه با هم جمع بکنیم حاصل صفر میشه. پس این به درد ما نمیخوره. ما میان برای اینکه این حاصل صفر نشه و اختلاف داده از میانگین رو هم بتونیم بسنجیم، اختلاف از میانگین رو به توان دو میرسونیم. اختلاف از میانگین رو به توان دو میرسونیم، بعد تقسیم بر تعداد کل داده ها میکنیم. اینجوری واریانس به دست میاد، واریانس که با سیگما دو نشونش میدن. شاید بگید خب اینو آقا میگید سیگما، اینم میگید سیگما. بعضی از چیزا دبیرا میگن این زیگما، مثلا این سیگما. نه آقا، این جفتش حالا یا سیگما یا زیگما فرق نداره. این سیگمای بزرگه، توی حروف یونانی ما حرف بزرگ داریم حرف کوچیک، مثل دلتای بزرگ دلتای کوچیک. خب اینم سیگمای بزرگه، این سیگمای چیه؟ کوچیکه. بعضیا برای خودشون چیز کردن میگن این زیگمای، مثلا این سیگمای. خب اون اشتباه، این حرف بزرگ و کوچیک یونانیه.
پس این سیگما دو میشه واریانس. پس واریانس داده ها اینجور به دست میاد. اول باید میانگین رو به دست بیاری، بعد تک تک داده ها رو منهای میانگین کنی، به توان دو برسونی، با هم جمع کنی، تقسیم بر تعداد کنی. اینجوری واریانس به دست میاد. واریانس چند تا خاصیت داره؟ یک، یه عدد هموار مثبت یا صفر، یا صفر یا مثبت. اگه صفر بشه یعنی همه داده ها با میانگین برابرن و با هم برابرن، یعنی همه داده ها مساوی هستن. همه شاخص های پراکندگی این خاصیت رو دارن، یعنی همه شاخص های پراکندگی، هر کدوم از شاخص های پراکندگی اگه صفر بشن به این معنی هست که داده اصلا پراکنده نیستن، یعنی دقیقا با هم یکی هستن و با هم برابر هستن. خب دومین خاصیت واریانس اینه که هرچی عدد بزرگتر به دست بیاری یعنی اینکه داده ها پراکندگیشون بیشتر. مثلا فرض کنید یک کلاسی من میخوام درس بدم واریانسش 5، یک کلاسی میخوام درس بدم واریانسش 2. خب طبیعتا من کلاسی رو انتخاب میکنم که واریانسش چند باشه؟ 2 باشه. چرا؟ چون وقتی پراکندگی کمتر باشه، سطح علمی بچه ها به هم نزدیکتر باشه، آموزش چی میشه؟ راحت تر میشه. خب حالا چند تا داده رو حساب میکنیم واریانسش رو تا شما بیشتر یاد بگیرید. واریانس این داده رو میخواییم حساب کنیم. 18 و 20 و 18 و 19 و 19 و 20. اولین چیزی که حساب میکنید میانگینه. میانگین این داده رو حساب میکنیم. بچه ها میانگین رو که میخوای حساب کنی میتونی میانگین سریع حساب کنی. میانگین سریع رو من قبلا درس دادم، ولی چون خیلی مشکل داشتید یه بار دیگه میگم. میانگین سریع چجوریه؟ یه عددی رو حدس میزنید به عنوان میانگین. حالا ممکنه این عدد اصلا نزدیک به میانگین باشه نباشه، هر عدد دلخواهی، ولی اگر نزدیک به میانگین باشه خوبه. من 19 رو حدس میزنم. خب بعد همه داده ها رو دونه دونه از 19 کم میکنم. الان 18 رو منهای 19 کنم چند میشه؟ میشه منهای 2. 20 رو منهای 18 منهای 19، 20 رو منهای 19 کنم میشه مثبت 2. 18 رو منهای 19 کنم، چرا گفتم منهای 2؟ منهای 1. 19 دیگه، همه رو منهای 19 میکنم، همه رو دارم منهای 19 میکنم. این میشه منهای 1، این میشه مثبت 1، این میشه منهای 1 دوباره، این میشه 0، اینم میشه 0، اینم که میشه 1. اینو تقسیم بر تعدادش میکنم که تعدادش 1 2 3 4 5 6 تاست، بعد دوباره به علاوه 19 میکنم. این میانگین اینجوری به دست میاد. پس تک تک داده ها رو میتونم منهای 19 کنم، تقسیم بر تعدادش کنم، بعد دوباره به علاوه 19 کنم. اینجوری میانگین رو میتونم به دست بیارم. میانگین چند میشه الان؟ این منهای 1، منهای 1 با این 1 و 1 خط میخوره، میانگین همون 19 هستن. پس حاصل میانگین چند میشه؟ میشه 19. اون 0 شد به علاوه 19، 19 میشه. خب پس میانگین این داده ها 19. حالا دونه دونه داده ها رو، تا اینجا میانگین رو به دست آوردیم، ما کار خاصی نکردیم. برای اینکه گیج نشید اصلا ولش کنین میانگین سریع و این، خب اینو یه بار گفتم. شما کلا میانگین رو به دست میاری، داده ها رو با هم جمع میکنی، تقسیم بر تعداد. یعنی اگه میانگین سریع و نفهمیدی نگران نباش، داده ها رو با هم جمع کن، تقسیم بر تعداد، میشه 19. این میشه میانگینت. میانگین رو که به دست آوردی، حالا داده ها رو دونه دونه از میانگین کم کن. 18 منهای 19، 20 منهای 19، 18 منهای 19، 19 منهای 19، 19 دوباره منهای 19 و 20 منهای 19. بعد اینا رو به توان 2 برسون، بعد با هم چیکار کن آقا؟ جمع کن اینا رو، با هم جمع کن، بعد تقسیم بر تعدادش کن که تعدادش چند تاست؟ 6 تاست. خب این مساوی میشه با 18 منهای 19 میشه 1، این میشه 4، 1 به علاوه 4 به علاوه 1 به علاوه این دوتا هم که صفرن به علاوه 1 تقسیم بر 6. 1 و 4 میشه 5، 5 و 1 میشه 6، 6 و 1 میشه 7، میشه 7 6. پس واریانست میشه 7 6.
واریانس ما الان چنده؟ 7/6 واریانسمون 7/6. پس پراکندگی این داده ها واریانسشون به کمک این واریانس اگه بخوایم نشون بدیم واریانسشون میشه 7/6. حالا مثلا اگه شما یه سری داده دیگه به دست بیاری واریانسش از 7/6 کمتر باشه، مثلا واریانسش فرض کن 2/6 باشه، این یعنی پراکندگیش نسبت به اینا کمتره از مرکز. خب واریانس یه فرمول دیگه هم داره، من اون فرمول رو هم همینجا بهتون میگم، ثابتش هم میکنم، این داده ها رو به کمک اون فرمولم به دست میارم. خب ببین آقا یه فرمول دیگه واسه واریانس داریم، گفتیم واریانس چیه؟ x1 منهای x بار به توان 2 به علاوه x2 منهای x بار به توان 2 همین جوری جمع میکنی تا xn منهای x بار به توان 2 تقسیم برای چی میکنی n، این میشه واریانس. خب من میتونم این پرانتزا رو دونه دونه به توان 2 برسونم، اینو به توان 2 برسونم میشه x1 به توان 2 منهای 2x1 x بار به علاوه x بار به توان 2 به علاوه x2 به توان 2 منهای 2x2 x بار به علاوه x بار به توان 2 همین جوری تا xn به توان 2 منهای 2xn x بار به علاوه x بار به توان 2 کلش تقسیم بر n. خب ما الان داریم چی میبینیم؟ یه x1 به توان 2 x2 به توان 2 تا xn به توان 2 اینا رو با هم جمع میکنم، پس این میشه x1 به توان 2 بعد از x2 به توان 2 تا xn به توان 2 تقسیم بر n، اینو جمع میکنم جدا میذارم. از یه طرف یه چیز دیگه میبینیم، منهای 2 تا x1 x بار منهای 2 تا x2 x بار تا همین جوری منهای 2 تا xn x بار، اینم داریم میبینیم، اینم تقسیم بر n، اینم جدا مینویسمش. x بار به توان 2 هم n بار با هم جمع میشه، یه تقسیم بر n هم داره، پس این میشه به علاوه n تا x بار به توان 2 تقسیم بر n. متوجه شدی؟ که n‌هاش با هم خط میخوره، پس میشه x1 به توان 2 به علاوه x2 به توان 2 تا xn به توان 2 تقسیم بر n. اینم از یه x بار به روی nش که فاکتور بگیرم، از منهای 2 تا x بار به nش که فاکتور بگیرم چی میمونه؟ میمونه x1 به علاوه x2 تا xn تقسیم بر n به علاوه x بار به توان 2. حالا جمع x1 تا xn تقسیم بر n چی میشه؟ میشه x بار، پس این x بار، درسته؟ خب پس الان چیزی که خدمت شما که عرض کنم بهش رسیدیم، این n رو من اینجا نوشتم دیگه، اینجا نمیخواد، یه n رو یه بار مینویسیم دیگه، منهای 2 تا x بار رو فاکتور گرفتم، این شد x1 تا xn تقسیم بر n، دیگه اینجا نباید n رو مینوشتم. خب الان درست، اینم شد x بار. خب این پس میشه x1 به توان 2 به علاوه x2 به توان 2 تا xn به توان 2 به روی n منهای 2 تا x بار به توان 2 به علاوه x بار به توان 2. اینا رو هم که با هم جمع کنیم میشه منهای x بار به توان 2. به فرمول دیگری برای واریانس میرسیم، اون فرمول دیگر رو من اینجا مینویسم، میشه سیگما xi به توان 2 کلش تقسیم بر n منهای x بار به توان 2. این یه فرمول دیگه برای واریانس، یعنی داده ها رو دونه دونه به توان 2 میرسونی، تقسیم بر تعدادشون میکنی منهای میانگین به توان 2، منهای میانگین به توان 2 میکنی. این یه فرمول دیگه برای واریانس.
شاید بگید خب اینجا سخته که مثلا من این داده رو به توان دو برسونم که سخت‌تره. درسته. توی محاسبات عددی این فرمول زیاد به کار نمیاد. ولی کاربردهای دیگه بسیار زیادی تو تست‌ها داره. مثلا یه سری داده به شما میدن، یه تعدادو کم میکنن، یه تعداد زیاد میکنن، اینها میگن حالا واریانس جدیدش چی میشه، باید از این فرمول برید. پس این فرمول رو قطعا بلد باشید، حتما تو تست ازش استفاده میشه. پس این یه فرمول جدید برای واریانس. پس واریانس دو تا فرمول داره، این فرمول رو یادتون نره. خب این داده ها واریانسش رو بخوای، چون این داده ها همه با هم برابر هستن، سریع باید بگید واریانسش چند میشه؟ صفر میشه. این داده هم حالا واریانسش رو به دست نمیارم که بتونم به مطالب بعدی برسم. آها، این نکته رو خوب دقت کنید. اگر داده های آماری رو با یک عدد جمع کنیم یا منها کنیم، نه فقط واریانس، دامنه تغییرات و انحراف معیارم که جز شاخصهای پراکندگی و تو ادامه بهتون میگم تغییر نمی کنن. چرا؟ طبیعیه. نگاه کنید، شاخص پراکندگی یعنی چی؟ یعنی مثلا پراکندگی رو نشون میده دیگه. مثلا شما یه گله گوسفند رو در نظر بگیرید، میخوای پراکندگیشون رو بسنجی، همه این گله گوسفند رو 10 متر ببری جلو، همه رو، هر گوسفند 10 متر بره جلوتر، پراکندگیش طبیعتاً تغییری نمی‌کنه. پس وقتی داده ها رو با یه عدد کم یا اضافه می‌کنیم، واریانس تغییری نمی‌کنه، دامنه تغییرات هم تغییری نمی‌کنه. اگر داده ها رو در یک عدد ضرب کنیم، واریانس تو کاب توان 2 ضرب میشه. مثلا اگه داده ها رو 2 برابر کنیم، واریانس 4 برابر میشه. اگه داده ها رو 3 برابر کنیم، واریانس 9 برابر میشه. اگه داده ها رو 10 برابر کنیم، واریانس 100 برابر میشه. این خودش یکی از مشکلات واریانسه. این خودش یکی از مشکلات واریانسه که وقتی داده ها بزرگ میشن، واریانس با توان 2 بزرگ میشه. واسه همین انحراف معیار رو ما میتونیم معرفی بکنیم. انحراف معیار چی از سیگما؟ انحراف معیار، انحراف معیار سیگما هست، میشه رادیکال سیگما 2. یعنی میایم از واریانس رادیکال میگیریم، از واریانس رادیکال میگیریم، رادیکال واریانس بهش میگیم انحراف معیار. تموم شد. یعنی انحراف معیار هم الان گفتم. پس انحراف معیار چی هست؟ رادیکال سیگما 2. از واریانس رادیکال میگیریم میشه انحراف معیار. خب سوال بعدی گفته اگر واریانس داده های x1, x2 تا x19 و 16 برابر 0 باشد، یعنی همه این داده ها 16 هست، میانگینشون چقدر؟ 16 هست. خب فرمول واریانس آهان به این شکل میشه. اگر جدول فراوانی داشته باشید، ببین آقا، ما اگر جدول فراوانی داشته باشیم به این شکل، خب میخواییم واریانس رو حساب کنیم. اینو بیارم بالا، واریانس رو از رو جدول فراوانی حساب بکنیم. ببین آقا، اول میانگین رو به دست میاریم، مرکز دسته رو ضرب در 4 یعنی فراوانی میکنیم، 15 رو ضرب در 3 میکنیم، 18 رو ضرب در 9، 21 رو ضرب در 7 و 24 رو ضرب در 2، تقسیم میکنی بر فراوانی کل، که فراوانی کل چند میشه؟ 4 و 3 7، 7 و 9 16، 16 و 23 تقسیم بر 2 چی میشه؟ میشه 25. خب حالا اینا رو با هم ضرب و جمع میکنی. شما با ماشین حساب تو موبایلتون هست و موبایلم خاموشه، زحمت بکشین. خب جمع اینا تقسیم برای 25. البته بچه ها میتونیم از میانگین سریع هم بریم، یعنی این داده ها رو مثلا فرض کن منهای 20 بکنیم، ولی حالا من نمیخوام اینا با هم قاطی بشه و
میانگینش رو اینجوری به دست میاری. میانگینش چند میشه؟ 18. پس x بار ما 18ه. x بارمون 18ه. خب حالا میایم داده ها رو دونه دونه از 18 کم میکنیم، یعنی مثلا 12 منهای 18 به توان 2 میرسونیم. خب و در فراوانیش ضرب میکنیم. در فراوانیش چیکار میکنیم؟ ضرب میکنیم. ببین فرمولش اینجا هست، داده ها رو دونه دونه از میانگین کم میکنی، به توان 2 میرسونی، در فراوانیش ضرب میکنی. چرا این در 4 ضرب شده؟ چون انگار ما 4 تا 12 داریم. پس 12 منهای 18 به توان 2، دوباره 12 منهای 18 به توان 2، دوباره 12 منهای 18 به توان 2، دوباره 12 منهای 18 به توان 2 با هم جمع میشن. یعنی 4 تا 12 منهای 18 به توان 2 باید با هم جمع بشن. به علاوه اینجا 15 منهای 18 به توان 2 سه بار، 18 منهای 18 به توان 2 9 بار، 21 منهای 18 به توان 2 7 بار و دو بار هم 24 منهای 18 به توان 2. اینا با هم چی میشن؟ جمع میشن. کلش تقسیم بر فراوانی کل، فراوانی کل چند بود؟ 25. خب 12 منهای 18 به توان 2 میشه 36، میشه 4 ضرب در 36 به علاوه 3 ضرب در 9 به علاوه این که صفره، اینم میشه 7 ضرب در 9، اینم میشه 24 منهای 18 دوباره 9 میشه 2 ضرب در 9. این تقسیم بر 25. این رو هم اگه لطف کنید به من بگید، 4 تا 36 تا و اینم میتونیم بگیم 12 تا 9 تا، این کلن میشه 12 تا 9 تا. چهار ضرب در 36 به علاوه 12 ضرب در 9، 12 ضرب در 9 که میشه 108 تا، 4 تا 36 هم میشه 144 تا، رو هم دیگه میشه 252 تا، میشه 252 25. برای که بر حسب صدم بنویسیم با 4 برابرش کنیم. 4 برابر این خدمتتون که عرض کنم، ضرب در 4 چهارمش کنیم، همه چی رو درست رفتم، 204 تا 36 تا 144 تا، 12 9 تا هم 108 تا میشه 248 تا، 200 نه همون 252 درست بود، 252 اینو 4 برابرش کنیم میشه 108 صدم که میشه 10 و 8 دهم. تو گزینه ها نیست، چرا؟ یه جای اشتباه کردیم. 3 و 7 10 10 و 2 12، این 12 ضرب در 9، 15 منهای 18 آخری، 24 منهای 18 6، 6 به توان 2 36. آها این دو تا 36 تا بوده. خب این دو تا 36 تا میشه، پس این میشه چند تا 9 تا؟ این 8 تا 9 تا است در اصل. 8 و 7 15، 15 و 3 18، 18 ضرب در 9، 18 9 تا هم میشه خدمت شما که عرض کنم 162. 162 و 144 میشه 200 300، 308 میشه 300 306 آها 306 25.
4 برابرش که کنیم 304 برابر کنیم میشه 1200، میشه 1224 صدم، میشه 12.24 صدم. این میشه واریانسمون، میشه 12.24 صدم. خب حالا همین داده ها رو بچه ها اگه انحراف معیارش رو بخوایم خیلی ساده است، انحراف معیار همینا میشه رادیکال 12.24 صدم. پس انحراف معیار در حقیقت میشه رادیکال واریانس، باید هم واریانس حساب کنی بعد ازش رادیکال بگیری. خب یه مثال دیگه، در داده های فلان انحراف معیار کدام است؟ داده ها چیا هستن؟ 1 2 3 4 5 تا 1 یه دونه 7. 5 تا 1 با یه دونه 7 اول میانگینش رو به دست میاریم، میشه 12. 12 تقسیم بر 6 میشه 2. حالا داده ها رو دونه دونه از میانگی کم میکنیم به توان 2، میشه -1/2 به علاوه -1/2 به علاوه -1/2 به علاوه -1/2 5 بار، 5 تا -1/2 داره، بعدم 7 -2 یعنی 5/2. اینا تقسیم بر تعدادش، تعدادش چند تاست؟ 6 تا. 5 به علاوه 25 میشه 30، 30 تقسیم بر 6 میشه چند بچه ها؟ میشه 5. پس سیگما 2 مون میشه 5، یعنی واریانس مون میشه 5، انحراف معیار مون هم میشه رادیکال 5 گزینه 4. خب بچه ها دو تا نکته راجع به انحراف معیار بهتون میگم، خوب دقت کنید. اگر داده های رو با عددی جمع کنیم انحراف معیار تغییر نمیکنه. اگر داده ها رو با عددی جمع کنیم انحراف معیار تغییری نمیکنه. اگر داده ها رو منها هم کنیم همینجور، جمع یا منها. ببین اصلا تو ریاضی ما چیزی به عنوان منها نداریم. وقتی داده ها منهای 5 میشن در حقیقت به علاوه -5 شدن. پس اصلا منها رو نمیخواد بگم. وقتی میگم با عددی جمع کنیم تغییر نمیکنه، منها هم کنیم پس تغییری نمیکنه، چون منها همون جمعه. مثلا وقتی میگیم منهای 5 یعنی به علاوه -5. خب اگر داده ها رو با عدد جمع کنیم پس انحراف معیار واریانس تغییر نمیکنه. اگر داده ها رو در عددی ضرب کنیم، ما گفتیم اگر داده ها رو مثلا تو 2 ضرب کنیم واریانس تو 4 ضرب میشه، ولی انحراف معیار تو همون 2 ضرب میشه. اگر داده ها رو مثلا توی -2 ضرب کنیم واریانس تو 4 ضرب میشه، انحراف معیار تو -2 ضرب میشه، یعنی تو قدر مطلقش ضرب میشه. پس میگیم اگر داده ها رو در عدد کا ضرب کنیم، اگر داده ها رو در کا ضرب کنیم انحراف معیار در قدر کا ضرب میشود. انحراف معیار تو چی ضرب میشه؟ تو قدر مطلق کا. خب اینم فرمول انحراف معیاره که همون واریانس رادیکال گرفته ازش. خب اینا رو تو سر کلاس براتون حل میکنم. این یکی، این یکی بمونه. خب میانگین و انحراف معیار 18 داده آماری به ترتیب 25 و 3 هست. پس میانگینشون رو داده 25، انحراف معیارشون هم داده 3. گفته داده های 20 و 27 و 28 رو بهش اضافه کردیم. 20 و 27 و 28 بهش اضافه کردیم. واریانس 21 داده جدید رو میخواد. خوب دقت کنید این سوال رو براتون حل کنم. ببینید این تستا دو جوره.
به دو تیپ بسیار متمایز تقسیم میشن. تیپ یک، تیپ یکش اونهاییه که اون عددهایی که اضافه کرده یا کم کرده میانگینشون با میانگین کل داده ها برابره، بنابراین وقتی اون عددها رو اضافه یا کم میکنیم میانگین تغییر نمیکنه. این میشه تیپ یک. این تیپ خیلی مهمه. این تیپ سخت نیست که اکثرا تو تستا تا الان تو کنکور اینجوری اومده. یعنی تستایی که تا الان تو کنکور اومده داده هایی رو که اضافه یا کم کرده میانگینشون با داده های اصلی فرقی نداشته. الان نگاه کنید این داده ها میانگینشون چنده؟ 25. این سه تا داده رو اگه میانگین بگیری 20 و با 27 جمع کنی با 28 جمع کنی جمعشون میشه 75، تقسیم بر 3 کنی میشه 25. پس میانگین این سه تا داده هم 25. وقتی شما سه تا داده رو که میانگینش 25 به یه سری داده که میانگینشون 25 اضافه میکنی یا کم میکنی میانگین تغییر نمیکنه. متوجه شدی؟ پس میانگین 21 داده جدیدمون هم 25. این میانگین جدیدمون چیه؟ 25. خب حالا ما برای واریانس باید چیکار میکردیم؟ باید داده ها رو دونه دونه منهای میانگین میکردیم به توان 2، درسته؟ من 18 تا داده منهای میانگین میکنم به توان 2. 18 تا داده ای که ازش اطلاعی ندارم چنده، میدونم حالا اونجا بوده. 3 تا داده اضافه میکنم، یکی 28 منهای 25 به توان 2، یکی خدمت شما که عرض کنم بذار اینجا یکم جلوتر بنویسمشون چون نرم اون ته تخته، از اینجا شروع کن. خب ما 18 تا داده رو که به توان 2 رسوندیم، 3 تا داده جدید داریم، یکی 28 منهای 25 به توان 2، 27 منهای 25 به توان 2 و 20 منهای 25 به توان 2. اگر این مجموع تقسیم بر 21 کنم واریانس به دست میاد، واریانس جدید، و کار تمومه. خب حالا این داده ها، یعنی طبق قبل من میدونم که سیگما ایکس آی منهای ایکس بار به توان 2 تقسیم بر 18 مساوی چند بوده بچه ها؟ واریانس میانگین انحراف معیار 18 داده 25 و 3 بوده، انحراف معیار 3 بوده، پس واریانس 9 بوده. پس جمع این 18 تا به توان 2 19 ضرب در 8 بوده. یعنی جمع اینا چند بوده؟ 19 ضرب در 8. یاد گرفتید؟ جمع اونا چند بوده بچه ها؟ 19 ضرب در 8 بوده. پس ما باید 19 ضرب در 8 و به علاوه 9 به علاوه 4 به علاوه 25 کنیم، بعد کلش رو تقسیم بر 21 کنیم تا واریانس به دست بیاد و همون میشه جوابمون. 19 ضرب در 8 بچه ها 19 8 تا خدمت شما که از ما 8 9 تا 72 تا 152 میشه، به علاوه 9 و 4 13، 13 و 25 میشه 38 تقسیم بر 21. 152 با 38 میشه 190 تقسیم بر 21. 190 تقسیم بر 21 یکی از اینها میشه. 190 تقسیم بر 21 رو میتونم کسر مخلوط بنویسمش. 190 رو تقسیم بر 21 کنی، خدمت شما که عرض کنم 5 6 7 8 9 میخوره. 9 9 تا
میشه 9 تا این هم میشه 189 تا یک دونه باقی مونه مثلا میشه 9 و 1 21 هم تقریبا 9 و 500 هم باید بشه باز یه جا فکر کنم اشتباه کردیم 189 9 به علاوه 4 13 13 و 25 38 19 ضرب در 8 هم مساوی میشه با 152 این میشه 180 190 190 تقسیم بر 21 9 تا 21 میشه 189 میشه 9 خورده ای چرا این یکم فرق داشت 9 ضرب در 18 تا داده آماری 9 ضرب در 19 ضرب در 18 9 ضرب در 18 خب 9 ضرب در 18 9 ضرب در 18 رو آها 9 ضرب در 18 نه 19 ضرب در 18 9 ضرب در 18 9 ضرب در 18 چند میشه 18 9 تا 8 9 تا 72 تا یه 9 تا 162 تا این 162 میشه این 190 چند میشه بچه ها این میشه 200 21 200 هم تقسیم بر این کنیم میشه 11 تا باقی مانده میمونه میشه 9 و 11 21 9 و 11 21 نزدیک 9 و نیمه میشه 9 و 52 بسیار خوب پس اینجا بچه 9 ضرب در 18 بود من یه لحظه نمیدونم چرا امروز انقدر اشتباهات محاسباتیم زیاد شده این رو نوشته بودم 19 ضرب در 8 خب 9 ضرب در 18 میشه پس این به دست میاد خب این میشه تیپ یکش یعنی داده هایی که اضافه یا کم شده میانگینشون با میانگین کل برابر باشه اگر برابر نباشه باید چیکار کنیم یعنی میانگین جدید تغییر میکنه طبیعتاً خب اگه برابر نباشه باید چی کار کنیم بچه ها خب اگر برابر نباشه بذارید یه مثال بزنم مثال کوچیک میزنم به 5 داده با میانگین و واریانس مثلا آقا 6 و 3 داده 7 را اضافه میکنیم واریانس 6 داده جدید را به دست آورید خب اینجا یه داده اضافه کرده که میانگین رو تغییر میده چرا؟ چون با میانگین برابر نیست یه داده است دیگه با میانگین هم برابر نیست پس قطعا میانگین تغییر میکنه خب واریانس رو چجور حساب میکنی؟ باید بریم سراغ اون یکی فرمول با این فرمول جدید نمیتونی حلش کنی خب چرا؟ چون میانگین تغییر کرده ببین الان میانگین تغییر میکنی میانگین جدید رو بخوای حساب کنی مجموع داده ها رو باید به دست بیاری ببین میانگین قبلیت بوده چند آقا؟ 6 میانگین قبلیت بوده 6 پس مجموع داده هات یعنی x1 به علاوه تا xn تقسیم بر 5 مساوی بوده با 6 پس مجموع داده هات 3 مجموع داده های شما چند بوده؟ 3 مجموع داده هات 3 بوده یه داده 7 اضافه شده 30 به علاوه 7 میشه 37 باید 37 رو تقسیم بر تعداد کنی تعدادش چند تا شده؟ 6 تا شده بچه من اینو بکنم 6 به جای 7 بکنم 6 که عددش روند در میاد 36 تقسیم بر 6 میشه چند؟ میشه 6 پس ما
داده های جدیدمون میانگینش فرق داره. الان اگه بخوای از اون فرمول قبلی بری باید داده ها رو یکی یکی منهای 6 کنی. ما هم که داده ها رو نداریم که بدونیم منهای 6 چند میشه. ما منهای 5شون رو داریم چون میانگین قبلی 5 بوده. پس از این فرمول اصلا نمیشه رفت. میایم از فرمول قبلی میریم، میگیم از اون فرمول توان دو میریم، میگیم واریانس داده ها از این فرمول به دست میاد، مجموع مربعات داده. خدمت شما که عرض کنم مجموع مربعات داده ها تقسیم بر n منهای x بار به توان دو. مجموع مربعات داده ها تقسیم بر n منهای x بار به توان دو. از این فرمول میریم، میگیم آقا سیگمای قبلی چند بوده؟ قبلی بوده، واریانس قبلی چند بوده؟ واریانسش 3 بوده. پس 3 مساوی میشه با سیگما ایکس آی به توان دو، تعدادش هم که 5 تا بوده، ایکس بارش هم که چند بوده؟ آها اگه 6 رو اضافه کنم که باز انگار میانگین تغییری نکرده، ببخشید این رو نباید هفتم کردم 6. ها اینو بکنم به جای 6 بکنم چند؟ بکنمش بچه ها 12. 12 رو اضافه کردم، 30 و 12 میشه 42. 42 6 میشه 7. خب پس میانگین اینجوری میشه 7 میانگین جدید. این میانگین جدیده. خب حالا بچه ها واریانس 3 بوده، سیگما ایکس آی به توان 2 تقسیم بر 5 منهای ایکس بار به توان 2، ایکس بار هم که چند بوده؟ 6، منهای 36 این شده 3. پس بچه ها اینجا 36 رو میبرم اون بر میشه 39، ضرب در 5ش هم میکنم این میشه سیگما ایکس آی به توان 2 از آی مساوی 1 تا 5، یعنی مجموع مربعات اون 5 تا داده میشه 39 ضرب در 5. مجموع مربعات 5 دادمون میشه 39 ضرب در 5. حالا مجموع مربعات داده های جدید، مجموع مربعات داده های جدید میشه 39 ضرب در 5 به علاوه این یه دونه داده به توان 2 به علاوه 144. 39 ضرب در 5 بکنی چند میشه؟ خدمت شما که عرض کنم میشه 39 ضرب در 5 390 تقسیم بر 2 دیگه میشه 195. به علاوه 144 میشه 239. خب این میشه مجموع مربعات داده های جدید. حالا شما مجموع مربعات رو تقسیم بر تعداد میکنی منهای ایکس بار جدید به توان 2. مجموع مربعات 339 بود، تقسیم بر تعداد، تعدادش چند تا؟ 6 تا. منهای ایکس بار جدید، ایکس بار جدیدت رو اونجا حساب کردی چند شد؟ 7 به توان 2 میکنی میشه 339 6م منهای 49، حالا هرچی شد 339 شیشو منهای 49 میشه و این میشه در حقیقت واریانس جدیدت. پس اگر داده هایی که اضافه یا کم میکنیم، یه بار مرور میکنم، اگر داده هایی که اضافه یا کم میکنیم، مثلا الان اومدیم 12 رو اضافه کردیم، 12 میانگین رو تغییر میده. چرا؟ چون با میانگین برابر نیست.
اگر داده‌ای که اضافه می‌کنیم میانگینشون با میانگین قبلی برابر نباشه و میانگین رو تغییر بده، باید از این فرمول برای واریانس استفاده کنیم. باید از این فرمول برای واریانس استفاده کنیم. و چه جوری این کارو می‌کنیم؟ اول باید میانگین جدید رو به دست بیاریم که مجموع داده‌ها رو حساب کردم، 12 رو بهش اضافه کردم، تقسیم بر کل کردم. میانگین جدید شد 7. بعد از به کمک واریانس قبلی مجموع مربعات داده ها رو حساب کردم، بعد مجموع مربعات داده ها رو با مربع داده جدید جمع کردم، تقسیم بر تعداد کردم، منهای میانگین جدید به توان 2 کردم. خیلی راحت، البته نه چندان راحت، واریانس جدید رو به دست آوردم. خب یه ضریب تغییرات هم میمونه. ضریب تغییرات رو هم بگم کار تمومه. ضریب تغییرات چیه؟ ضریب تغییرات بچه ها تقسیم انحراف معیار بر میانگینه. میان انحراف معیار رو به میانگین تقسیم میکنن و ضریب تغییرات به دست میاد. همونطور که میبینید ضریب تغییرات میتونه منفی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه میانگین میتونه منفی باشه. پس ضریب تغییرات میتونه منفی هم باشه. هر قد ضریب تغییرات کمتر باشه میزان پراکندگی داده ها هم چی هست؟ کمتر هست. حالا اینجا گفته ضریب تغییرات رو به دست بیارید. بچه ها یه نکته فقط بگم، اونا رو حالا دیگه میریم تو کلاس آنلاین میگم. هر جا که شما بخواید ببینید وقتی یه داده ها توی یک عددی ضرب یا با یه عددی جمع میشن ضریب تغییراتش چه تغییری میکنه، باید دونه دونه بگید. ببین الان اگر داده ها در آ ضرب و با بی جمع شوند ضریب تغییرات چه تغییری میکنند؟ ببین داده های ما در آ ضرب شدن با بی جمع، ضریب تغییرات سی وی سیگما هست به روی ایکس بار. سیگما چه تغییری میکنه؟ فقط تو قدر مطلق آ ضرب میشه، خب؟ ولی میانگین هم توی آ ضرب میشه هم با بی جمع میشه. این میشه تغییرات ضریب تغییرات جدید. پس توی قدر آ صورتش ضرب میشه، مخرجش هم با آ ضرب میشه به علاوه بی میشه. تمام.